دو ده ضرب در 72 دهم میشه 90 نیستن. 11 ضرب در چیزی میشه 72. 11 12 و منفی 1 11 درسته دیگه، کجا بود؟ نه 11 ضرب در 12 ضرب در 12 ضرب در 6. آره 12 ضرب در 6 میشه 72. 12 ضرب در 6 میشه 72. خب آفرین. آره پس اون دوتا عدد منهای 12 و منهای 6 بودن که جمعشون میشه منهای 18 ضربشون. پس ریشه های معادله 12 و 6 هن. این کل داستانه روش تجزیه با کمک اتحاد جمله مشترک بود که همه رو بهتون درس دادم و مثال های زیادترم براتون نوشتم. اما قسمت اصلی درس امروزمون معادله درجه 2. من برای اینکه بتونم معادله درجه 2 حل کنم باید اول شناساییش کنم. اونایی که خیلی ریاضیشون ضعیفه، خیلی، چه در مقام دانش آموز، چه در مقام تدریس، حالا همه کسایی که ریاضی درس میدن که معلم نیستن، درسته؟ خیلی ها میان ریاضی درس میدن ولی معلم نیستن لزومن. خیلی ریاضیشون ضعیفه، کلن معادله درجه 2 که میبینن یه مثلثی سری میاد جلو چششون به اسم دلتا. این دوستان خیلی ریاضیشون ضعیفه، خیلی، یعنی اصلا اهل منطق و استدلال نیستن و موفق هم نمیشن قطعا توی هیچ آزمون ریاضی، چون اصلا این اصل و پایه ریاضیه، این درست دویدن تو ریاضیه. ببین تو وقتی میخوای فوتبالیست بشی، باز داره برف میاد، اول باید یاد بگیری درست بدویی. دلتا آخرین راه ما برای حل معادله درجه دومه. ما برای حل معادله درجه دوم اولین کاری که باید بکنیم اینه که تشخیص بدیم تو کدوم وضعیت قرار گرفتیم. بچه ها ما 5 تا وضعیت کلی داریم که حالا خیلی کلی تر بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اینا دوتا هستن، معادله یا ناقصه و یا کامله. همه چی کاملش خوبه، معادله ناقصش خوبه. ناقصش بهتره، ردیفتره، چنینتره، رادستره، رواله. معادله درجه دوم ناقص چیه؟ من به شما گفته بودم فرم استاندارد اینه، ضریب x2 رو با a نشون میدن، ضریب x1 رو با b نشون میدن و عدد ثابت رو با c. فرم ناقص اولا a که نمیتونه صفر باشه، چون اگه a صفر باشه صفر اینو از بین میبره، بعد دیگه اصلا میشه درجه 1. پس ناقص درجه 2 چجوری به وجود میاد؟ این صفر باشه یا این صفر باشه، یعنی یا جمله وسطی رو نداشته باشه، یعنی یه درجه 2 باشه بعد یه دفعه یه کاره یه عدد باشه، یا درجه 2 و درجه 1 داشته باشه عدد صفر باشه، اینا میشن ناقص. اینا رو باید تشخیص بدی، یعنی تو به محض این که معادله درجه 2 میبینی اول باید تشخیص بدی این کامله یا ناقصه. سری بگو x2 منهای 5 x مساوی 0 کامله یا ناقصه؟ سپر جان عالی، ناقصه. چرا؟ چون عدد نداره. خب این چی؟ این کامله یا ناقصه؟ بگو x2 منهای 9 مساوی 0 کامله یا ناقصه؟ آفرین آفرین، ناقصه، چون x رو نداره. پس معادله ax2 به اضافه bx به اضافه 3 مساوی 0 دو تا فرم ناقص میتونه داشته باشه، یا میتونه بیش صفر باشه، الان بی از بین رفته این شکلی شده، یا میتونه سیش صفر باشه عدد ثابتش نباشه. خب اینا رو چجوری حل میکنیم؟
راحت ترینش که اینه دیگه، اینو میبریم اون بر ایکس تنها میشه، مثل حرف اول کلاس x2 مساوی 9